سلام، خوش اومدید دانو بعد شما. شاید دو سال پیش حتی بزرگترین تحلیلگرای سیاسی دنیا فکر نمی‌کردن حرکت اعتراضی که تو تونس آغاز شد نه تنها چند رهبر معروف دنیای عرب رو سرنگون می‌کنه، بلکه تا دو سال بعد هنوز دامنگیر حکومتی مثل سوریه خواهد بود و هر از گاهی هم در گوش و کنار این منطقه صدای معترضان رو در میاره که از روند کند اصلاحات شاکی‌اند. اون زمان به نظر میومد نبودن آزادی سیاسی و مدنی و البته بیکاری و اوضاع بد اقتصادی از دلایل اصلی راه افتادن این اعتراضات که البته از تونس تا مصر و لیبی و از یمن تا بحرین و سوریه طبیعتاً بسته به شرایط کشورها خواستهای معترضان تفاوتهایی هم با هم داشت و داره. گرچه با کنار رفتن بعضی از رهبران و تغییر چهره حکومت ها، بعضی از گروه هایی که تا قبل از این زیرزمین بودن و زیرزمین در واقع فعالیت میکردن حتی بر کشور حاکم شدن، اما این روزا تو بیشتر این کشورها هر از گاهی میشه زمزمه شکایت کسایی رو شنید که میگن انقلاب ما از مسیرش خارج شده یا دست کم با سرعتی که ما توقع داشتیم و میخواستیم پیش نرفته. من احسان آبتوسی هستم و امروز در دومین سالگرد حرکتی که به بهار عربی معروف شد ازتون میپرسم که آیا شما این تغییرات رو بهار کشور عربی میدونید یا با دیدن اوضاع و احوال امروز این کشورها بیشتر به زمستون یا شاید هم خزان عربی تشبیهش میکنید؟ اگه جزء کسایی هستید که نگاه مثبتی به مجموع این تغییرات دارن به ما از دستاوردهای انقلاب بگین، اگر هم به شرایط انتقاد دارید بگید که احیانا از کجا این انقلاب‌ها به بیراهه رفتن. در ضمن امروز چند فعال سیاسی از بعضی از این کشورها مهمون برنامه هستن تا هم از تجربه و ارزیابی خود شما بگن و هم به سوالات شما درباره این حرکت‌های اعتراضی پاسخ بدن. برای شرکت در برنامه مثل همیشه میتونید به ما ایمیل بزنید یا اینکه از طریق وبکم و یا تلفن بیاد تو برنامه با شماره‌ای که الان روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید، یعنی 2044-207-765-2048 یا 2044-207-765-055 و شماره اس ام اس کریم هم هست 2044-77-86-201-127 برای ایمیل زدن هم شما از bbc.co.uk رو یادداشت کنید. از راه فیسبوک و توییتر هم در حین برنامه ما رو دنبال بکنید، @bbc شما شناسه ما در توییتر. فرهنگ تغییرزاده امروز با ماست، ما رو همراهی میکنه و در دومین سالگرد این تغییرات شبکه‌های اجتماعی و کاربردشون رو در جریان این تغییرات بررسی کرده. فرهنگ، بله، منم امروز نگاهی میخوام بندازم که ببینم نظرها راجع به نقش اینترنت در گسترش و تاثیرش بر بهار عربی تو کشورهای مختلف چطور بوده. یه گزارشی براتون میگم، منتظر نظرهای شما هم هستن. البته اگه سوالی هم شما دارین از مهمونهای برنامه میتونید برامون ایمیل کنید یا روی فیسبوک بنویسین یا روی توییتر برام توییت کنید، من بلافاصله از مهمونامو میپرسم. بریم پیش شما و احسان. بسیار خوب، بریم شروع کنیم با دو نفر. اول حسین از سوئد روی خط 1 و بعد رضا رو داریم در مشهد و همچنین بعد از این خانم خدیجه عرفاوی رو خواهیم داشت که در واقع از فعالان با سابقه جامعه مدنی تونس و عضو انجمن زنان دموکراتیک در این کشور هم هستن. البته این توضیح هم همه اول کار بدم که به خاطر اینکه قرار صحبت های خانم عرفاوی طبیعتاً ترجمه بشه و بعد ما بشنویم و این ارتباط زنده است، طبیعتاً یک مقداری ممکنه که ارتباط ما فاصله در واقع درش کمی کند بشه. خواهش میکنم تعامل بکنید تا سوالتون رو مطرح بکنیم. سلام میکنم به شما خانم عرفاوی. اولین سوالی که اینجا مطرحه اینه که واقعاً ارزیابی شما از این انقلاب دو سال بعد از اینکه داره میگذره چیه و فکر میکنید که به اون جایی که میخواستن انقلابیون رسیده واقعا یا خیر؟ Yes. Well, the revolution in Tunisia. انقلاب در تونس که اولین انقلابی بود که شروع کرد این روند انقلاب ها که بعدا معروف شد به بهار عربی. انقلاب سازماندهی شده یا برنامه ریزی نبود، اتفاق افتاد به طور فی‌البداهه. رهبری نداشت، احزاب سیاسی نداشت یا رهبریتی از احزاب سیاسی نداشت. کار فی‌البداهه و خودجوش جوانها و زنانی بود که دیگه نمیتونستن بیشتر از این دیکتاتوری رو تحمل کنن. وقتی تیم سباستیان خبرنگار بی بی سی در تونس یک سری مصاحبه رو شروع کرد در تونس که آیا دیکتاتوری با یک دیکتاتوری دیگه جانشین شده، من لبخند زدم، خندیدم، فکر کردم وا این چه سوالیه.
ولی فکر میکنم حتی اون شاید درست گفته. اون چیزی که اشتباه اتفاق افتاد فکر میکنم این بود که ما پیش بینی نمی کردیم اون چیزی که اتفاق افتاد. علتش این نبود که ما بی‌اعتنایی کردیم یا نادیده گرفتیم جنبش های اسلامی رو، چون ما خودمونم مسلمان هستیم. هر خانواده ای تنوع نوع انواع اسلام رو داره در خانوادهش، ولی همه ما با هم زندگی کردیم. اعضای خانواده ما، فامیلای ما، آشناهای ما در زندان بودن. ما از اونا حمایت کردیم در مقابل دولت. برای همین برای ما تونسی ها، شهروندان تونس، تونس یک کشور دموکراتیک بود که هر کسی میتونست از دموکراسی و آزادی های مدنیش لذت ببره و استفاده کنه. اما اینطور اتفاق افتاد که کسانی که در زندان بودن و شکنجه شده بودن در رژیم قبلی، وقتی از زندان اومدن بیرون انگار، نمیدونم، شاید به نظر من اینطوری میاد، ولی اینطور به نظر میاد که انگار از زندان اومدن بیرون که انتقامشون رو از ما، از ملت، از کشور بگیرن. همون مردمی که اقوام و آشناهای اونها، همسایه‌های اونها، دوستای اونها هستن. و این یک اشتباهه. بله خانم عرفاوی، اینجا یک سوال دیگه پیش میاد. بسیار خوب، سوال دیگه من اینه که با توجه به همه توصیفات که شما داشتید از این شرایط در کشورتون، الان چقدر امید دارید به آیندهش؟ یعنی فکر میکنید واقعا میشه انقلاب دو مرتبه به اون مسیری که شما مایل بودید برگرده، اکثریت مردم حداقل مایل بودن برگرده؟ در حال حاضر نمیشه واقعا پنهان کرد اون چیزی رو که داره اتفاق میفته. اوضاع سخته، ولی من هنوز امیدوار هستم، به خاطر اینکه ما هرگز پشیمون نمیشیم که بن علی رو سرنگون کردیم. هرگز دلمون تنگ نمیشه برای دوران دیکتاتورشیپ اون. حتما اون چیزی که ما میخوایم آزادی بیان، آزادی مدنی هست. شاید ما اینو حتی قبلا نمیدونستیم، ولی الان اینو میدونیم. مردم تونس تا حالا هرگز خودشون رو بیان نکرده بودن مطالباتشون رو، اما یاد گرفتیم که این کار رو بکنیم. یاد گرفتیم حتی با هم حرف بزنیم، حتی وقتی همدیگر رو نمیشناسیم. اینها همه چیزایی بود که بعد از ژانویه، 14 ژانویه 2011 ما یاد گرفتیم. تا قبل از اون همه هر کسی راه خودش رو میرفت، به هم دیگه نگاه نمی کردیم، با هم دیگه حرف نمی زدیم. ولی این دستاورد خیلی بزرگی هست که ما به دست آوردیم و امیدوارم که با این بتونیم ملحق بشیم، پیوند داشته باشیم با هم دیگه، نیروهامون رو متحد کنیم. اسلامگرها هم آزاد هستن که مذهب خودشون رو تبلیغ کنن، براش کار کنن همونطور که میخوان، اما مردم دیگه هم باید همونطور آزاد هستن و باشن. مثلا کسانی که مثل من نمیخوان حجاب بپوشن، روسری بپوشن، من احساس نمی کنم روسری پوشیدن علامت مذهبی بودن بیشتر است. همینطور هم باید پیش بره. خیلی ممنون خانم عرفاوی، خواهش میکنم که با ما بمونید، چون میدونم که حتما بیننده همون یه سری سوالایی دارن که در ادامه برنامه دوست دارن بپرسن و شاید پاسخی بهش داشته باشه. چون ما حسین از سوئد رو داریم روی خط یک. حسین، سوالای خانم در واقع جوابی که خانم عرفاوی دادن به سوال من رو شنیدی؟ اگه خودت نکته‌ای داری که میخوای اضافه بکنی یا سوالی رو مستقیما از ایشون بپرسی در ارتباط با بهار عربی، میشنویم. سلام خدمت همه دوستان. من زیاد نمیخوام وقتتون رو بگم، بخاطر وقت کمی که داشتم قرار دادید متشکرم. خواستم ازشون سوال بکنم نسبت به این انقلابی که انجام داد، آیا واقعا به هدف خودشون رسیدن؟ آیا واقعا ملت تونستم اون هدفی که میخواستم برسن؟ آیا هدفشون این بود که فقط اسلام بشه، یا هدفشون بود که یه جمهوری یا یه طور بشه که کلیه مردم در انتخابات در اداره کشور صحیح بشن؟ یا فقط اجرا شدن اسلام براشون ملاک بود که همچین انقلابی کردن؟ هدفشون رسیدن یا نه؟ من بیشتر از نظر می بود آیا به هدف خودشون رسیدن یا نه؟ اصلا به هدف نرسیدن. سوالم این هست.
که خواهش میکنم به من جواب بدم یا هدفی که واقعا دنبالش بودن بهش رسیدن یا نه، یعنی که یه سری تفسرها و یه سری کشته شدن خیلی آدم های بیگناه به نتیجه رسیدن. سوال من این بود. بسیار خوب، خیلی ممنون. بله همین سوال رو فکر میکنم که مترجممون پونه حتما تا حالا برای شما ترجمه کرده و چند ثانیه دیگه آماده ایم که پاسخ شما رو بشنویم که آیا واقعا فکر میکنید انقلاب به اون سمتی که میخواست رسید و نظرتون واقعا چیه؟ مشکل اینجاست که به نظر من ما داریم وقتمون رو تلف میکنیم. انقلاب به خاطر مسائل مهمی اتفاق افتاد، از جمله برای فقر، برای اینکه مردم در این منطقه رنج میکشیدن از فقر. انقلاب برای کرامت انسانی، برای اشتغال، برای زندگی راحت‌تر اتفاق افتاد، ولی متاسفانه تبدیل شد به یه چیزی که انگار برای استحکام شریعت بر کشور اتفاق افتاد که این هدف واقعی انقلاب ما از اول نبود. بسیار خوب، خیلی ممنون. شاید سوال رضا از مشهد رو هم الان فرصتی باشه که بشنویم. رضا سوال مستقیمی اگه از خانم عرفاوی دارید در ارتباط با انقلاب تونس میشنویم. سلام احسان جان، سلام به شما. قبل خانم عرفاوی، بله عرفاوی، این قضیه که میگن بهار عربی، حقیقت ما این داستان بیداری اسلامی اگه واجش تغییرونه خیلی بهتر داره. تو وقتی که بهار عربی عید میشه یک احساس ناسیونالیستی ایجاد میشه و یکی از تفرقه ها و داستان هایی که بین خود همین ملت اسلامی جدایی شما دین علویون در مقابل یک گروه توری علوی ها در مقابل مردم سوریه، توی مثلا مصر اخوان مسلم در مقابل یک گروه لیبرال باستن، در عربستان شیعه و سنی باستن، فقط بخاطر اینکه داستانش این بود که این داستان بهار عربی اصطلاحش رو آورد اینجا و انحراف داستان از اینجا شروع شد. حالا من از خانم حسابی این سال داشتم خدمت این که یکی از شعارهایی که شروع داستان بود اینجا که میگفتن که حالا به عربی هم میگن جمعون لاشیه لاسومیه بحتر بحتر اسلامیه، با این داستان چرا تغییر کرد؟ اینو اگر توضیح بده ممنون. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی، میشنویم. نه اصلا اینطور نبود، این یک بیداری اسلامی نبود، حتی یک اسلامگرا در طول انقلاب نبود، کسی اصلا اونجا نبود، حتی اگه ویدیوها رو نگاه کنین میبینین، در مستندها نگاه کنین، این انقلاب اسلامگراها نبود، یک دونه اسلامگرا هم نبود، اسلامگراها بعدن پدیدار شدن، اما همونطور که من گفتم این یک بیداری اسلامی نیست، به خاطر که ما مسلمان هستیم، همه جا مسجد داریم، مسجدهامون همیشه پر هست از مردم، در زمان دیکتاتوری هم اسلام داشتیم. اشتباه دیکتاتورها این بود که کسانی رو به زندان انداختن که کسانی که نه فقط کسانی رو که به مسجد می‌رفتن و عبادت می‌کردن، بلکه کسان بیگناه رو به زندان انداختن و خیلی‌هاشون رو کشتن. برای همین مردم تونس همیشه با این مسئله مخالف بودن. می‌بینید؟ پس اگه شما به مردم نگاه کنین، کسانی که معروف هستن، مثل اون وکیل معروفی که همیشه در مبارزه با شکنجه فعالیت کردن، اون به کمک اسلامگراها کار میکرد، ولی همین الان اسلامگراها اون رو دارن محکوم میکنن، دارن میگن ضد مذهب کار میکنه. انقلاب اصلا برای اسلام شروع نشد. مردم تونس همیشه مسلم بودن. یه سوالی بر من پیش میاد. با توجه به اینکه خب توضیح دادید که در روز اولی که حتی این اتفاقات آغاز شد اسلامگراها شاید حضور نداشتن اونجا در خیابون‌ها و حضور فعالی حداقل در این انقلاب نداشتن، پس چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که بعد از اینکه انتخابات برگزار شد بالاخره اینها نهایتاً به قدرت رسیدن و حکومت رو به دست گرفتن؟ بله، اولا که به محض اینکه انقلاب شروع شد
دولت خیلی از کسانی که همه کسانی که در زندان بودن رو آزاد کردن و قنوشی رهبر اسلامی ها رهبر حزب اسلامی از انگلستان برگشت به تونس. بقیه اسلامگراهایی که در تبعید زندگی میکردن، نه فقط هم اسلامگراها، همه فعالای سیاسی که در تبعید بودن همه برگشتن به کشور. قبل از 14 ژانویه اون آدم ها میترسیدن، اسلامگراها میترسیدند. وقتی رهبرانشون مثل قنوشی برگشتن به کشور، اون موقع اونا اومدن بیرون از خفا و شاید انتقامشون رو متاسفانه میخواستن بگیرن. به نظر میرسه متاسفانه که انتقامشون از بن علی میخواستن بگیرن. بن علی دیگه رفته، دولتش رفته، ولی ما فقط موندیم. ما خواهرها و برادرها هستیم و ما باید بتونیم خواهر برادر بمونیم. باید دست به دست هم بدیم و با هم برای یک تونس بهتر فعالیت کنیم. با توجه به اینکه هممون مسلمان هستیم، بعضی‌ها یک کمی مذهبی تر، بعضی‌ها یک کمی کمتر مذهبی. و تنها راه پیروز شدن به همه این بحران‌ها و مشکلات هم همین هست. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما خانم خدیجه عرفاوی از فعالان جامعه مدنی تونس. البته اضافه می‌کنم که از مصر هم یک فعال دیگری مهمان برنامه امروز ما خواهد بود و اگه از ایشون هم سوالی دارید می‌تونید در ادامه حتما شرکت بکنید در برنامه و سوالتون رو مطرح بکنید. فعلا چند تا از ایمیل‌های شما رو از سایت فارسی بی بی سی بخونیم. قاسم از تبریز نوشته بهار عربی به بار ننشسته و رنگ خزان به خود گرفته. امیدوارم مردم مصر فریب تندروی‌های مذهبی را نخورند. اگر بهار عربی رنگ مذهبی به خود بگیرد، مردم مصر باید 30 سال منتظر بمانند تا نسل‌های بعدی به دادشان برسند. رضا از کالیفرنیا نوشته که تمام کشورهای عربی یکی یکی در دام تله فروپاشی می‌افتند و نظام امنیتی و فرهنگی خود را از دست می‌دهند و آهسته آهسته به کشورهای خونسا و فقط پایگاه غرب در منطقه تبدیل می‌شوند تا منابع انرژی و ثروتشان تمام شود. رضا از تهران هم معتقد در کشورهای عربی این یک آغاز خوب به شما می‌رود. مردم این کشورها دارند یاد می‌گیرند که به جای امت بودن به شکل یک ملت در بیایند و این تحسین برانگیز و قابل ستایش است. بسیار خوب، بریم باز هم دو تا فکر میکنم که باید بریم با فرهنگ صحبت بکنیم، ولی یه مقدار دیر من گفتن در حال ببینیم که در وبلاگ ها گشتی یا در فضای اینترنت اصولا چیا رو دنبال کردی. ببین احسان، اومدم به مناسبت اینکه حالا دومی سالگرد شروع بهار عربی هست نگاه کنم ببینم فضای اینترنت الان چه جوریه، بعد از دو سال چقدر یادشون هست یا چه صحبتایی کردن در مورد تاثیر اینترنت رو این بهار عربی. چون خیلیا بعد از اینکه بهار عربی حالا شروع شد و گسترش پیدا کرد تو خیلی از کشورهای عربی دیگه، هی اومدن از نقش اینترنت صحبت کردن که چقدر واقعا نقشش اهمیت داشته تو گسترش و تاثیرگذاریش. من اومدم امروز نگاه کردم عرب اسپرینگ و هشتگش رو سرچ کردم روی توییتر ببینم دارن چی میگن کاربر اینترنت در مورد عرب اسپرینگ و بهار عربی. دیدم بیشترین چیزی که داره دست به دست بین کاربر رو میچرخه این عکس فتوشاپ شده بو عزیزی هست، همون جوان تونسی که خودش رو با آتیش کشید. دقیقاً سالگرد مرگش هست که خودش رو آتیش زده و این بهار عربی به اصطلاح شروع شده از تونس و این عکس داره دست به دست میچرخه توی توییتر و یادآوری میکنن شروع این بهار عربی. و یکی دیگه از مثلا کاربرای اینترنت که خودش هم حالا اکتیویست هست، فعال سیاسی هستش، بلاگر هست، این دو خانم به نام بیان، اومده اون چیزی که نوشته گفته که 17 دسامبر 2010 همون محمد بوعزیزی که خودش رو آتش زد شروعی شد که کل دنیا رو تغییر بده، حالا بعد خواسته که مثلا روحش در آرامش باشه و این حرفا. این نمونه توییت شدن ها برای محمد بوعزیزی هم زیاد داره میشه. یه اتفاقی که دیگه ای که افتاده توی این مدت توی این دو ساله نقش شهروند خبرنگارا هستش احسان، این که شهروند خبرنگارا بعد از اینکه اتفاقا در تونس افتاد، بعد حالا در مصر افتاد و اتفاقایی که در لیبی افتاد یا در توی سوریه داره میفته، نقششون اهمیت زیادی پیدا کرد. هم رسانه ها متوجه شدن که چه اهمیتی دارن تولیدات و محتوایی که شهروندها دارن تولید میکنن به دست رسانه ها میرسن و هم سیاستمدارا متوجه شدن که چه نقش اساسی میتونه اینترنت داشته باشه. از یه طرف حالا یه سری کارشناسای رسانه‌ای یا یه سری از کسایی که توی دانشگاه هستن میگفتن که خب اینترنت نمیتونه تاثیرگذار باشه واسه جنبشی که توی خیابون‌ها هستش. ممکنه یه سری اعتقادشون این باشه که یه سری فعال‌های آنلاین هستن که فقط حوزه فعالیتشون تو زمینه اینترنت هست و این فعالیت‌ها و جنبش‌های 24 ساعته هیچ وقت به درون خیابون‌ها کشیده نمیشه. یه سری دیگه هم خب نظرشون کاملا متفاوت هست. من دارم الان بحث آکادمیستا رو میگم که در مورد چی دارن هول و هوش این موضوع صحبت میکنن و یه سری دیگه هم مخالف هستن، میگن که نه همین که
باعث میشه اینترنت فاصله و زمان رو از بین ببره بین آدم‌های مختلف که تو جاهای مختلفی قرار گرفتن که ممکنه به صورت فیزیکی نتونن با همدیگه تماس پیدا کنن یا به صورت حرف زدن با همدیگه نتونن به صورت فیزیکی تماس داشته باشن. این میتونه یه نزدیکی رو ایجاد کنه به اونها و خیلی اعتقاد دارن که جوان‌ها توی کشورهای عربی از این فرصت‌های جدید استفاده کردن و تونستن یه جنبش‌های جدید آنلاین رو به وجود بیارن. حالا مخصوصا توی مصر خیلی از این نمونه ها زیاد دارن استفاده میکنن و میگن که نقش اینترنت توی مصر زیاد بوده توی انقلابی که در مصر شده. و در کنار اینکه تولید محتوا زیاد میشد در این مدت یه سری سایت ها هم اومدن که خب حالا من بعد از اینکه تو سلام کردم چون همین لحظه دقیقاً همه شنونده های رادیو فارسی بی بی سی به جمع ما پیوستن و دارن در واقع برنامه رو میشنن و برنامه نوبت شما رو که به مناسبت دومین سالگرد بهار عربی میخوایم ارزیابی بکنیم، نظرت شما رو بشنویم در این مورد. و در این حال دو تا فعال از همین کشورهای عربی هم امروز در برنامه شرکت میکنن، نفر اول از تونس بود، نفر دوم از مصر. اگر شما مایلید میتونید حتما سوالاتتون از ایشون مطرح بکنید. فرنام داشت در واقع میگفتش که نقش رسانه‌ها و بیشتر شبکه‌های اجتماعی در این انقلابات چی بوده. دارم سلام کنم به شنونده‌های رادیو بی بی سی که از الان به جمع ما پیوستن. داشتم میگفتم در کنار اینکه محتوای زیادی توسط شهروند خبرنگارها تولید شد، هی بحث تایید کردن درست بودن اونها هم پیش میومد توسط رسانه‌ها. در کنار همین جریان که بین رسانه‌ها و شهروند خبرنگارها یه ارتباطی باید به وجود بیاد، این وسط یه سری سایت هایی هم در اینترنت به وجود اومدن که همین وظیفه رو به عهده گرفتن که تایید کنن یا جمع‌آوری کنن تمام این محتواها رو یه جا. مثلا مثل استوری فول یکی از اون سایت هایی هستش که مثلا اگه کاربران بخوان برن استفاده کنن میتونن برن سرچ کنن کلمه ها رو و بیارن تمام محتوایی که توسط آره دقیقاً. یا مثلا استوری فای هم دقیقاً همین جوری هست، اینجا میتونن بیان کلمه یا اون محتوای مورد نظر خودشون سرچ کنن و تمام اتفاقایی که توسط کاربران تولید شده بود و اینجا بیارن. حالا استفاده های زیادی شده که من تو وبلاگ نوبت شما امروز می نویسم کل گزارش چی بوده، بیننده ها میتونه برن اونجا ببینن. خیلی ممنون، بریم بازم تماس تلفنی داریم. نفر اول محمد است از تهران روی خط یک، محمد از تهران. بعدم آصف رو داریم از کابل که روی خط دو میاد در برنامه. و همچنین خانم دعا عبدالعال از قاهره، یکی از فعالان سیاسی و فعال حقوق زنان هستن که در برنامه شرکت میکنن. به شما سلام میکنم. سوال اولی که اینجا مطرحه و اصلا نقش خود شما هست در این انقلاب در میدان تحریر قاهره، شما یا حضور داشتید در اون روزهای اول انقلاب مصر و چه نقشی رو شما و اطرافیانتون در گروه فعالی که درش به حال حضور دارید ایفا کردید در این انقلاب؟ در اولین روز انقلاب ما خودمون خیلی مطمئن نبودیم که چه اتفاقی قرار بیفته، بر همین هممون اونجا بودیم فقط برای اینکه همدیگر رو حمایت کنیم. تظاهرات میکردیم، در خیابونا ظاهر میشدیم، از خیابونی به خیابان دیگه میرفتیم که مردم رو تشویق کنیم که شرکت کنن در این تظاهرات، در این شعار دادن‌ها در محله‌های مختلف. خیلی مهم بود که اون موقع در همون روزهای اول لازم بود که برای مردمی که در خیابون دارن تظاهرات می‌کنن مواد غذایی و مثلا پتو و اینا ما تامین کنیم، برای اینکه خیلی هوا سرد بود. و همینطور خیلی مهم بود وقتی که اینترنت قطع شده بود یا برگشت به مصر، خیلی مواظب بودیم سعی می‌کردیم که همه پیغام‌ها رو بتونیم به هم برسونیم که همه با خبر باشن از آنچه که اتفاق می‌افته، همه بدونن که فقط در قاهره نیست که انقلاب داره اتفاق می‌افته، در جاهای مختلف دیگه مصر هم هست، تا همه بدونن که فقط در مصر شلوغ نشده، بدونن که در جاهای دیگه کشور هم مردم دارن انقلاب می‌کنن و دارن قیام می‌کنن. و این اطلاع رسانی رو کردیم. بسیار خوب. اما سوال دیگه اینه که به حال دو سال تقریبا از آغاز بهار عربی می‌گذره و چند ماه بعد از شروعش هم می‌دونیم که در مصر همین انقلاب به نتیجه رسید. نهایتاً دستاوردهایی که فکر می‌کنید بعد از این مدت برای مردم در مصر به وجود اومده از طریق این انقلاب چی است؟ واقعا به کجا رسیده کشور امروز؟ دستاورد اصلی که من میتونم نام ببرم اینه که مردم الان اعتقاد دارن که تغییر ممکن هست و اونا این توانایی رو دارن که اوضاع رو عوض کنن.
و اونها به عنوان یک مردم میتونن پنجره‌های تازه برای مذاکره و صحبت و گفتگو باز کنن و سیستم‌های ارزش کشور رو و روابط کشور در قشرهای مختلف رو میتونن متحول کنن. بعد از 2 سال هنوز خیلی زوده که ارزیابی کنیم چه دستاوردهایی داشته در این انقلاب، ولی خیلی مهمه که اینو بفهمیم که وضعیت بهتر هست، بهتر از وضعیت ثابت و یک نواختی که در دوران مبارک داشتیم، اونم در ساختار تاریخی مصر. این ساختار باز برای مذاکره کردن و مطرح کردن خواسته های حقوقی معقولشون وجود نداشت. خیلی ممنون خانم عبدالله. خواهش میکنم که ما بمونید، چون محمد از تهران یکی از بیننده های ما هستش که حتما اینجا سوالی رو میخواد مطرح کنه. قبل از اینکه سوالات رو بپرسیم محمد، اگه میخوای خودت یه مقداری بیشتر به عنوان یک کسی که خارج از جهان عرب به حال این تحولات رو دیدی در 2 سال گذشته، ارزیابی خودت چیه؟ خودت واقعا چی فکر میکنی در مورد این انقلاب؟ بعدم سوالی اگه داری از خانم عبدالله میتونی بپرسی. سلام بر شما. سلام به شما. من کسی هم که واقعیتش بین اطرافیانم همیشه متهمم به اینکه خوشبینی خیلی زیادی داره در مورد بهارهای عربی، ولی واقعیت اینه که همچنان این خوشبینی رو با خودم دارم. معتقدم اون چیزی که در انقلاب‌های عربی رخ داد یه 2 محور خیلی مهم داشت، یعنی دموکراسی خواهی که اهمیت خیلی زیادی داشت و محور اسلام خواهی البته با قرائت سنی، که هر دوی اینها خیلی مهم بود. هر کدوم از اینها رو بخواد کسی نادیده بگیره به نظر من مثلا اشتباه دیده، چه اونایی که میگن بیداری اسلامی قطعا محور دموکراسی خواهی رو درک نمی‌کنن، و چه اونهایی که مثل اون خانومی که از تونس باش صحبت می‌کردم و من تقریبا با اکثر صحبت‌هاش مخالف بودم، که فکر می‌کنه اسلام‌گرا هیچ نفس سیاسی نداشتن و قبلا هم نداشتن، انگار مثلا آقای خنوشی و دیگر زندانیان مثلا از دیوار مردم بالا رفته بودن تو زندان. نه، اینا داشتن فعالیت سیاسی می‌کردن. اسلام سیاسی واقعیتیه که در منطقه وجود داره. اما در مورد تفاوت معنیداری هم می‌بینم بین بهار عربی و اون چیزی که در انقلاب 57 ایران رخ داد. گفتمان ما اون موقع اسلام‌خواهی شیعی بود به علاوه امپریالیست تیزی، کاملا متفاوت بود با این چیزایی که ما الان داریم توی بهار عربی داریم می‌بینیم. اما حالا سوالی که می‌خواستم در مورد این خانومی که در واقع حضور دارم و من صحبتشون خیلی استفاده کردم از ایشون بکنم، اولا تبریک می‌خوام بهشون بگم. نتیجه همه پرسی رو اونجوری که من شنیدم در استان قاهره نتیجه اینجوری شده که رأی منفی دادن به همه پرسی که اسلامگرایان دادن، و این نشون میده که نیروهای سکولار خیلی تونستن زحمت بکشن و نتایج خیلی خوبی رو تونستن به دست بیارن. سوال من از ایشون دقیقاً اینه، شما چقدر تونستید از فضای رسانه‌ای موجودی که براتون ایجاد شده استفاده کنید تا مفاهیم جدید مدرن سیاسی، مفاهیمی که جا نیفتاده بوده در کشورتون، مثل انتخابات آزاد و منصفانه، مثل آزادی رسانه ها و مثل تفکیک قوا، استقلال قوا، مثل حقوق زنان و اقلیت ها، تا چه اندازه تونستید اینها رو به عموم مردم جامعه تو منتقل کنید و بینشون جا بندازید؟ خیلی ممنون. میشنویم. بفهمید خانم عبدالله. میخوام چند تا چیز مهم رو اول مطرح کنم. هنوز نتایج رفراندوم قطعی و نهایی نشده، چون دور دیگه هم هست در 10 حوزه دیگه شنبه آینده. بنابراین نتیجه این رفراندوم هنوز نهایی و قطعی نیست. البته خیلی به نظر نمیرسه کسایی که رأی ندادن برنده بشن. من خیلی امیدوار نیستم. مسئله دیگه اینه که من میخوام تاکید کنم به این مسئله، من ترجیح میدم بهار عرب نخونم، ترجیح میدم این رو بیداری اسلامی هم نخونم. تنها چیزی که به نظر من اسمش هست اینه که این یک انقلابه، از این نظر که مردم در خیابون تظاهرات کردن، از این نظر که مردم سیستم خودشون رو مورد تجدید نظر قرار دادن، انقلاب از این نظر که خود مردم میخواستن دموکراسی رو از اول تعریف کنن، یه سیستمی بسازن که احترام بذاره به اقشار مختلف و تنوع عقاید و گروه‌های مختلف رو در کشور. اگر راجع به رسانه‌ها بخوام صحبت کنم، به نظر من رسانه‌های داخلی یا محلی در یک شرایط خیلی سختی الان دارن کار می‌کنن، دارن سعی می‌کنن
افکار متفاوت و متنوع خیلی زیاد رو مثل آینه منعکس کنن، ولی باید خیلی مواظب باشیم که رسانه های مختلفی داریم، رسانه ملی داریم، رسانه مستقل داریم و گروه های مختلفی از کانال های ماهواره‌ای داریم و همطور ایستگاه های رادیویی و همطور روزنامه های متعدد، مثل روزنامه هایی که مال دولت هست، ملی هستند، و همطور روزنامه هایی که مستقل یا خصوصی هستند، و همطور روزنامه هایی که مال حزبای مختلف سیاسی هستند. بنابراین صحنه رسانه‌ای الان خیلی متنوع و رنگارنگه. تازه این رسانه های آفلاین هست. آنلاین یعنی روی اینترنت هم رسانه های زیادی داریم که شهروندهای عادی در اون خیلی خیلی فعالیت میکنن، شرکت میکنن. اونها سعی میکنن اخبار رو روی اینترنت بذارن، از روی سایت های دیگه، از زبان های برنامه های دیگه ترجمه کنن و منتشر کنن. این تنوع خیلی زیاده، ولی متاسفانه من باید بگم که رسانه هایی که توسط دولت یا ملی کنترل میشن خیلی مغرضانه و طرفدارانه فقط از طرف دولت حرف میزنن. از همون روزهای اول انقلاب همینطور مونده، اونا طرف دولت رو میگیرن و فقط در حمایت از اقدامات دولتی حرف میزنن. جاهایی که ما میتونیم واقعا مذاکرات و گفتگوی آزاد داشته باشیم، رسانه‌های مستقل هستند، در روزنامه‌ها و در کانال‌های خصوصی و رادیوهای خصوصی. اینا خیلی مهم هستند در مصر، به خاطر اینکه درصد سواد و تحصیلات خیلی بالا هست. بنابراین این رسانه‌ها خیلی نفوذ زیاد و قدرت زیادی دارن. این رسانه ها هستن که سعی میکنن فرصت بیشتری به تا جایی که ممکنه افراد بیشتری بدن و گروه های مختلف بیشتری بدن تا نظراتشون رو بیان کنن، و این یکی از اون شاید بشه گفت سکوهای باز و پنجره های بازی هست که ایجاد شده برای مطرح کردن مسائل مختلف و بحث کردن مسائل مختلف، مثل مسائل زنان، مثل مسائل اقلیت های مذهبی یا قومی، و حتی اقشار مختلف کشور، مثل کسانی که مثلا معلولیت دارن یا کشاورزا یا حقوق کارگری. انقلاب ما رو از اون وضعیت یک نواختی که در دوران مبارک داشتیم به یک جایی رسونده که میتونیم حالا تمام ارزش‌ها و اعتقاداتمون رو دوباره تجدید نظر کنیم در موردش و از اول توصیف کنیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از خانم عبدالعال. بریم با آصف از کابل هم صحبت بکنیم. آصف، اول نظر خودتو میخوای بگی یا اینکه میخوای یه راست بری سراغ سوالی که از خانم عبدالعال داری؟ بله، پیش از اینکه سوال خود رو بپرسم میخواستم یک نکته را عرض کنم. بهار عربی یا قیام‌هایی که در کشورهای عربی شروع شد به یک هدف رسید در واقع، یعنی دیکتاتورهایی که بر این کشورها حاکم بودند و سالها بلکه دهها بر این کشورها حکومت میکردند سرنگون شدند. همونطور که مهمانای محترم شما هم ذکر کردند، آزادی هایی در کشورها فعلا به وجود آمده، آزادی رسانه ها به وجود آمده، آزادی مدنی به وجود آمده، اقلیت ها آزاد شدند و همینطور در عرصه مطبوعات آزادی خوبی پیش آمده. من فکر میکنم که بهار عربی در گام اولش واقعا پیروز بوده، کامیاب بوده. یعنی دیکتاتورهایی که دهها بر این کشورها حکومت کردند، اینا از قدرت ساقط شدند. اما گامهای بعدی که باید برداشته شوه، بله، در خیلی از زمینه ها باید اقدامات بیشتری صورت بگیره، اصلاحات سیاسی بیشتری در کشورها انجام شوه. مثلا از جمله در بیشتر اشاره شد در امی ادامه بحث که قیام تونسی ها با علیه فقر و بیکاری و اینجور چیزا آغاز شد، و ما در گزارش ها میشنویم که بیکاری یا همین مشکل فقر همچنان در تونس وجود داره، هنوز هم. و همینطور در مصر نگرانی های به وجود آمده، مثلا همه پرسی برگزار شد و گزارش های موجود است که در این همه پرسی همین پیشنویس قانون اساسی تصویب شده در مرحله اولش. خب علاوه بر اینکه نظر خود گفتم، میخواستم بپرسم که از کارشناس شما، از مهمان شما، که آیا اگر یه همه پرسی تصویب شوه، مخالفان که از لیبرال ها و سکولار ها تشکیل یافته، اینا گام بعدی را چی خواهد برداشتن؟ یعنی کار اقدام از اینا چی خواهد بودن؟
بسیار خوب، خیلی ممنون از آصف در کابل. میشنویم جواب خانم عبدلال رو. بله، منم موافق هستم با شما که یکی از نتایج مثبت این انقلاب سرنگون کردن دیکتاتورهای مختلفی بوده که داشتیم. حالا داریم به قدم بعدی میرسیم که حالا باید یک قانون اساسی تازه داشته باشیم که بهش بگیم آری یا نه کاری که مصری ها الان دارن میکنن. ولی یک قدم بین این دو اقدام باید می بود، بین سرنگون کردن و قانون اساسی تازه تصویب کردن، اونم این بود که مردمی که کشته شدن یا زخمی شدن، مردمی که در دوران مبارک بهشون ظلم شده بود، هنوز انتقامشون گرفته نشده. سیستم فعلی هنوز حقوق این افراد به اونها بر نگردونده و من هنوز فکر میکنم که فقط انداختن مبارک و طرفدارانش به زندان یا محاکمه کافی نبود. کل این سیستم رو باید به محاکمه میکشوندیم قبل از اینکه بتونیم به قدم بعدی برسیم. و قانون اساسی همطور که الان در پیشنویس دیدیم، اگر که تصویبم بشه، فکر میکنم این در حقیقت نبرد بعدی ما خواهد بود، به خاطر اینکه متاسفانه پیشنویس قانون اساسی اونی که الان داریم برای ما خوشایند نیست، رضایت بخش نیست برای خیلی از قشرهای جامعه. میدونم که خیلی از تحلیلگرا و نویسنده ها میگن که ممکنه تصویب بشه یا تصویب شده، ولی دموکراسی راجب مردم به رفتن به حوزه های رای فقط نیست. دموکراسی راجب اینه که قبل از اون یک بحث درست و کامل بین مردم صورت بگیره در مورد این انقلاب، همه مردم دقیقا بفهمن که این قانون اساسی که پیشنویسش نوشته شده چی میگه، چیا گفته میشه درش. برای اینکه قانون اساسی مثل یک قراردادی بین مردم و دولت هست و من فکر نمی کنم که به مردم این آگاهی داده شده در مصر، به مردم مصر این فرصت فکر نمی کنم داده شده که ارزیابی کنن اون چیزی رو که نوشته شده و ازش به خوبی مطلع باشن. در یک کمیته هایی که این وظیفه به عهده‌شون گذاشته شده این گفتگو مطرح شده، اونم فقط دو هفته فرصت داشتن و دو هفته فرصت کافی نیست برای اینکه مردم یک کشوری روند تصویب قانون اساسی رو بفهمن، یاد بگیرن، ازش آگاه بشن، به خصوص در کشوری که درصد بیسوادی انقدر بالا هست. مثلا 40% از مردم واقعا فکر میکنم اصلا نفهمیدن، نتونستن با خبر بشن از جزئیاتی که در قانون اساسی هست. فقط یه چیزایی رو که در رسانه ها مطرح شد یا در روزنامه ها مطرح شد شاید دیده باشن و شنیده باشن. دیدن که مردم تو خیابون دارن بر علیه این قانون اساسی تظاهرات میکنن، ولی مردمی که واقعا میخوان تغییرات رو به وجود بیارن، این فرصت بهشون داده نشد که بتونن ارزیابی کنن، مطالعه کنن این تغییراتی رو که قراره به وجود بیارن. مثلا میتونم بگم که زنان جوونی که سخت کار میکنن در طول روز که در حقیقت نونشون رو سر میز بیارن در خونه، همه رأی ندادن به خاطر اینکه احساس میکنن قانون اساسی ممکنه از حق اقتصادی کار کردن اونها رو محروم کنه، میترسن که دیگه اجازه نداشته باشن برن بیرون از خونه کار کنن. بنابراین فکر میکنن که این قانون اساسی اونها رو محروم خواهد کرد، ولی دقیقا نخوندن ببینن قانون اساسی واقعا این کار رو خواهد کرد یا نه. بسیار خوب، باید همه مردم بر اساس آگاهی و فهمشون و اطلاعشون رأی مثبت یا منفی بدن. دموکراسی فقط قانون اساسی داشتن نیست، دموکراسی یعنی حقوق و عدل و انصاف برای همه مردم و توانایی که آگاهی داشته باشن از اون چیزی که داره اتفاق میفته در سرشون، در کشورشون. ممکنه قانون اساسی فقط 50 ماده داشته باشه، ولی مردم بدونن دقیقا چی هست و این مواد آیا حقوق اونا رو تضمین میکنه یا نه. بسیار خوب، خیلی ممنون. متاسفانه فرصت خیلی زیاد نیست. از خانم عبدلال میخوام که همینجا با ما بمونن فعلا، چون در ادامه برنامه بازم ممکن سوالاتی باشه، ولی فعلا با محمد و آصف خدافظی میکنم. بریم چند تا از پیام های شما رو از فرن بشنویم که فکر میکنم اس ام اس و ایمیل بعدش. بله، بیننده ها دارن برنامه رو میبینن، نظرهای مثبت یا منفی خودشون یا همینطور سوالاشون رو برای ما میفرستن که ما با مهمونامون
در میون بذاریم. شما هم اگه سوالی دارین میتونین برای من ایمیل کنین که من به مهمونامون بپرسم. اما رضا از ایلام در مورد آزادی رسانه‌ها بحث شد، اونم نظرش در مورد آزادی رسانه هاست و تأثیری که گذاشته. گفته پس از دو سال از بهار عربی و به لطف توسعه ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، ملت‌های عربی به سرعت از تحولات سرنوشت ساز کشورشون مطلع میشن و نسبت به اون واکنش نشون میدن. مطبوعات به نسبت آزادتر شدن و تقریبا میشه گفته که عباراتی مانند زندانی سیاسی به نظر میاد که دیگه معنی نداشته باشه. این ناآرامی های گاه به گاه مرحله گذار به دموکراسیه. یکی دیگه از بیننده هام روی فیسبوک نظرشو گذاشته، یوسف، گفته که این تغییراتی که انجام شده تو این کشورها به نفع این مردم این کشورها بوده. گفته جنبش های اخیر مردم در کشورهای عربی منجر به افزایش آگاهی های عمومی و ارتقای میزان مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های سیاسی شده. در صورت استمرار حضور مردم در عرصه فعالیت های اجتماعی و سیاسی میشه انتظار داشت که کشورهای عربی نظیر مصر و لیبی در آینده نچندان دور محور اصلی رشد اقتصادی و آزادی اندیشه در شمال آفریقا و خاورمیانه بشن. یه سری دیگه از بیننده ها هم کاملا نظرشون منفی و فکر میکنن که اتفاقی که داره در کشورهای عربی میفته اتفاقی هستش که 30 خورده سال در ایران افتاده و مردم الان متوجه نیستن که چه داره بر سرشون میاد. بریم سراغ احسان و دوباره مهمان برنامه و نظرشون. خیلی ممنون فرن، مرسی. شهناز از آلمان رو داریم رو خط یک. شهناز و بعد هم با ابوذر در تهران صحبت میکنیم. شهناز سوالی اگه دارید از خانم عبدالعال میتونی بپرسی در همین ابتدای کار، چون وقتمون کمه. فقط خواهش میکنم یه راست برو سراغ سوالت و مهمانان شما. من سوالی که میخواستم از ایشون بکنم، خیلی دوست داشتم نظر خودمو بدم ولی از اونجایی که فرصت الان نیست، دوست دارم فقط سوالمو در یه جمع‌بندی مختصر اعلام بکنم که به هیچ وجه قوانین اسلامی جوابگوی نیازهای مردم نیستن. تجربه‌ای که 33 سال پیش ما تو ایران نداشتیم، تجربه‌ای باید باشه برای کشورهای عربی. بهار عرب نه به خاطر قوانین اسلامی بود، نه یک شعار اسلامی تو این کشورها در انقلاباتشون داده شد، به خاطر فقر، به خاطر بیکاری، به خاطر وضعیت دیکتاتوری که تو اون کشورها بود اتفاق افتاد و تمام این دیکتاتورها دونه به دونه افتادن و این اول کاره. و همینطور به نظر من الان نباید به هیچ وجه اجازه داده بشه قوانین اسلامی توی اون جوامع ثبت بشه، تثبیت بشه. قوانین اسلامی همون بلایی رو سر مردم توی کشورهای عربی میاره که سر ایران آورد. بسیار خوب. شهناز اگه میشه بریم سراغ سوالت، چون فرصتمون واقعا کم. ممنون میشم اگه سوال مشخصی از خانم عبدالعال داری بپرسی. من اینه که به عنوان زنانی که تو اون انقلاب بودن، به عنوان زنان مبارزی که توی اون انقلاب واقعا سهیمن، آیا این اجازه رو میدن که قوانین شریعه این بلایی رو که سر ما آورد سر اونا بیاره، یا مبارزه میکنن برای احقاق حقوقشون؟ خیلی ممنون. بفرمایید خانم عبدالعال. در مورد قوانین اسلامی، این همیشه خیلی سوال مهمی هست و اونچه که ما به عنوان نهادهای لیبرال و حقوق مدنی میکنیم اینه که حد اکثر تلاشمون رو بکنیم تا مذهب و دین رو از فرمولهای سیاسی بکشیم بیرون، تا به طوری که مسائل مذهبی در سیاست مطرح نباشه و مداخله نداشته باشه. به خاطر اینکه مسئله دیگه‌ای که ما داریم براش سعی میکنیم اینه که این پیغام رو برسونیم که شریعه به عنوان یک قانون واقعی نیست که در یک کشور بشه اجراش کرد. به خاطر اینکه در هر جایی تفسیرها و تعبیرهای مختلفی میشه از قانون شریعه کرد، بنابراین نمیشه که به عنوان یک فرمول سیاسی و حقوقی واقعا وارد قانون کردش. اون چیزی که مهمه برای این جنبش ما در مصر اینه که ما داریم سعی میکنیم جوانها، زنها، مردهای جوان رو بسیج کنیم، به راه بندازیم، کسانی که میخوان تعابیر و تفاسیر مختلف از مسائل سیاسی و مذهبی رو باهاش آشنا بشن. کسانی که مثلا 20 و چند سالشونه، دلشون میخواد اولویتاشون رو دوباره تجدید نظر کنن، ارزشاشون رو راجبش دوباره فکر کنن و میخوان عقیده ها و اون چیز رو که خودشون میفهمن از زندگیشون رو به مردم جامعهشون منتقل کنن و تبادل نظر کنن. بسیار خوب. خیلی ممنون. ببخشید که مجبورم اینجا قطع کنم صحبتتون رو، چون ابوذر در تهران هم هست، فرصت بسیار کمه. ابوذر فقط سوال تو وقت داریم بشنویم، خیلی کوتاه اگه میشه.
ببین این انقلاب ها هم عربی بوده هم اسلامی. عربی به این جهت که دموکراسی بوده، اسلامی به این جهت که در کشور اسلامی اتفاق در حال نمیشه اسلامی بوده از این انقلاب ها جدا که. اما صحبت من اینه که با توجه به اینکه ما یک خلأ رهبری واحد رو میبینیم و این انسجام رهبری رو که بتونه مردم رو به یک وحدت کلمه برسونه، متاسفانه در این انقلاب ها نمیبینیم. همونجوری که ما در هند دیدیم که گاندی یا مثلا چه گوارا یا آقای فیدل کاستو یک وحدتی بین مردم ایجاد کردن، متأسفانه می‌بینیم که این انقلاب نباید بره به سمت این جایی که بسیار خوب. ببخشید عبوزر، چون واقعا فرصت که من مجبورم همینجا قطع کنم صحبت رو. فکر می‌کنم در مورد رهبری و انسجامی که احیانا باید در انقلاب ها وجود داشته باشه بیشتر می‌خواستی یه نکته بگی. ببین خانم عبدالعال چه پاسخی برای این نکته داره. هم از نظر مثبت نگاه کنیم هم از دیدگاه منفی. وقتی راجع به گاندی یا کاسترو صحبت می‌کنیم، این 60 سال پیش بوده. الان در دوره‌ای هستیم که اطلاعات و آگاهی خیلی نقش مهمی رو بازی می‌کنه. مسئله رهبری به تنهایی دیگه شاید باید حتی راجبش تجدید نظر کرد یا تعریف دوباره براش داشت. من فکر نمی کنم که انقلاب احتیاج به یه چهره داره جلوش همیشه که پیش بره. چیزی که لازم داره یه انقلاب اینه که مردمی داشته باشه که حاضر باشن در اون مشارکت کنن و حاضر باشن کمک کنن به تغییر. مردمی که بتونن با هم دیگه تبادل نظر کنن، گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، خواسته هاشون و مطالباتشون رو بگن. اصلا لازم نیست که یک نفر یا یک حزب یا یه چهره جلوی این باشه که این نقش بازی کنه. به عنوان یک کسی که به تنوع و دیگر و اختلاف نظرها اعتقاد داره، من خودم ترجیح میدم یه رهبری در این موقعیت نداشته باشم. ترجیح میدم یه گروهی باشن که این انقلاب رو رهبری کنن. البته با احترام هرچه تمامتر به گاندی و کاسترو و امثال هم، ما الان به همچین چیزی لازم احتیاج نداریم. مرسی از خانم دعا عبدالعال، از فعالان سیاسی و حقوق زنان، و همچنین تشکر میکنم از پونه به خاطر ترجمه همزمان خیلی خوب که انجام داد، از شهناز و ابوذر. خدافظی کنیم، فرصت بسیار کمه چند تا پیام های شما. خب سراغ توییت هایی که برای ما شده. امید روی توییتر برای ما نوشته که با بهار عربی شاید دیکتاتورها سرنگون شده باشن، اما خوی دیکتاتوری در سیاستمداران و خوی دیکتاتور پذیری در مردم هنوز پابرجاست. سینا هم باز روی توییتر برای ما نوشته انقلاب های بیداری اسلامی باعث نفوذ بیشتر اسلام در کشورهای عربی شده، اما به هر حال تفاوت‌های زیادی بین اتفاقات کشورهای مختلف وجود داره. آخرین توییت هم براتون میخونم. امید گفته مردم باید هوشیار باشن زیرا تندروهای اسلامی در کمینن و بعضی‌ها به قدرت رسیدن و باید گفت که دیکتاتورهای دینی بدترین نوع از دیکتاتوری هستن. خیلی ممنون ازتون، خدافظی می‌کنم، بریم پیش احسان. خیلی ممنون از علی در تهران، ادریس، یونس، نادر، نیما، علی و خیلی دیگه که در برنامه تونستن شرکت بکنن و عذرخواهی میکنم. به پایان وقت برنامه میرسیم. اضافه میکنم که برنامه 60 دقیقه امشب که تا حدود 2 ساعت دیگه شروع میشه به بررسی انقلاب در کشورهای عربی میپردازه و علاوه بر تحلیل، خبرنگاران ما در بعضی از این کشورها حضور دارن و به صورت زنده در برنامه امشب از اوضاع در این کشورها به شما گزارش میدن. اما فردا 28 آذر روز جهانی مهاجرت، همکارم نفیسه به همین بهانه از تجربیات شما میپرسه و اینکه اگه مهاجرت نکردین آیا دست کم فکرش به سرتون خطور کرده یا خیر. به ما از نکات مثبت و منفی مهاجرت و دلایل افزایش اون بگید. برقرار باشید تا فردا.